بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم بر شما بیننده های عزیز و محترم. یک هایی که شما عزیزان، دوستان و محترمان و خوبان فارسی زبان در هر کجا که هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشاءالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین، جان جور داشته باشید و قبل بزرگترهای ما وقت خوش داشته باشید. انشاءالله بسیار تشکر میکنم که برنامه خودتان را انتخاب کردید برای نگاه کردن. انشاءالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. هوا بسیار گرم است، تابستان است و به قول بزرگترها و مادرکلانها و پدرکلانهای ما، تابستان از تبستان می آید، از تاو می آید، از گرمای شدید می آید که قطعا همینطور است. امیدوارم که در این گرمای شدید، نسبتا شدیدی که این روزها تحمل می کنیم، مواظب سلامتی خودتان هم باشید. اما امروز چهارشنبه است، همچون چهارشنبه دیگه مهمان عزیز ما، کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده هستند. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه. هر جایی که هستین انشاءالله جور و به خیر باشین، صحتمند داشته باشین و روزگار بر شما خوش باشه. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه حتما همکاران ما زیرنویس میکنن، مثبت 964-780-255-413 فراموش نکنید. هر زمان که بخواید 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، هر لحظه که بخواید از طریق این شماره تماس، از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید، برای شما مقدور است و میتونید که سوالات خودتان، انتقادات، پیشنهادات، نظراتی که دارید و یا تجربیاتی که دارید را با ما به اشتراک بگذارید. ما بسیار خوش میشیم نظرات شما عزیزان رو دریافت میکنیم. انشاءالله سعی میکنیم که در برنامه استفاده بکنیم، قطعا باعث بهبود برنامه خواهد شد. اما در روزهای چهارشنبه، همطور که شما عزیزان برنامه گذشته را هم دنبال کردید، موضوع اصلی که بررسی میشد، کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده با ما و شما در مورد صحبت میکردن، موضوعش اختلال های رفتاری در کودکان بود. یک موضوع نسبتاً و شاید گفت مبتلا به بسیاری از خانواده ها، بسیاری از این اختلال ها را چه به صورت شدید چه به صورت ضعیف تجربه میکردن در اولاد های خودشان. و قطعا برنامه گذشته عزیزان برای من که بسیار مفید بود، برای شما هم قطعا همین گونه بود. اما امروز آخرین جلسه از این موضوع است و بریم ببینیم که کارشناس محترم برای ما و شما چه دارن. در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از بینندگان که تاکنون همراه ما بوده و شرکت داشتن با این موضوع اختلالات رفتاری که بسیار شایع هست و قطعا خانواده ها درگیر بوده، حتی خفیف یا شدید تجربه داشته و یا در فامیل خود او را دیده. انشالله که ارائه برنامه مفید بوده باشه. و امروز آخرین موضوعی که دوست داریم صحبت کنیم خدمت شما گپ بزنیم، موضوع وسواس هست، اختلال وسواس در کودکان که ما ایره یک اختلال بسیار رایج است. و چقدر عجیب خود مرزده، چون عموما تصور میشه وسواس که کلانا دارد و بزرگتر. بله نه، یک اختلال هست که بسیار شایع هست، چی در بین کودک ها و چی در بین بزرگسالا. و ما چون در بزرگسالا میبینیم و فکر میکنیم که یک این وسواس فقط مختص کلانا هست، مختص بزرگسالا هست، خانم ها. بله، در حالی که ریشه در کودکی داره، یعنی وسواسی که در کودکی شکل گرفته، درمان نشده، ادامه پیدا کرده، در کلانی در بزرگسالی شدت بیشتری میگیره و باعث میشه که ما فکر کنیم که مختص بزرگسالان است، در حالی که نشانه های کوچک از او، علائم و زمینه های از او در کودکی است. ما اگر در کودکی همین رقم افراد را یک نگاه کنیم و تجربه کنیم، میبینیم که در کودکی این مشکلات را داشته، گرچه خفیفتر بوده، گرچه که بسیار علائمش کمتر بوده، اما چون درمان نشده ماندگار شده و در کلانی خود نشان داده. درست. دقیقا خانم علیزاده، وسواس چیست؟ وسواس در اصل یک نوع اضطراب هست، یک نوع اضطراب فکری هست که فکر و ذهن درگیر میکنه و منجر میشه به یک عمل تکراری، منجر میشه به یک عملی که شما او را به عنوان وسواس میبینید که فرد دستای خود مثلا زیاد میشوره.
زیاد شستشو میکنه، در حدی که حتی دست ها زخم میشه، در حدی که بسیار آب زیادی را مصرف میکنه، بسیار از مواد پاک کننده، مواد شوینده بیشتر از حد مصرف میکنه. مثلا یک کالای خودی که میخواد بشوره فکر میکنه این پاک نشده، دو بار سه بار ده بار میشوره و باز عوض کش میکنه، باز میگه نه ایده فلان جا خورد، باز این نجیس شد، دوباره باز میرا کش میکنه. خب ما وسواس در بین پسرها و دخترها دیدیم، در بین خانم ها، و خب آقایون رواج داره، ولی خب در بین بانوان باز بیشتر از خانم ها بیشتر درگیر، چون مردان که درگیر شستشو کردن خانه بله. همه درگیری مثلا میشن بله. خب درک میکنه. پس استراب وسواس یک نوع استراب فکری است که منشأ از فکر داره و در عمل هم نشان داده میشه. برای همین به اون میگن وسواس فکری عملی، یعنی هم ذهن درگیر هست و هم بدن درگیر است، عملا هم درگیر است. خب یک پس به نوع یک نوع احساسات و ترس های نهفته ای هست که فکر میکنه چون تمیز نشده دوباره عمل را تکرار میکنه. یا مثلا برای من یادم میاد که یک نفر بود، مرد بود و این برای وضو گرفتن این حالت را داشت، یعنی بله. صد بار خانم علیزاده وضو میگرفت باز احساس میکرد بله. باز ناسایی است دوباره به خاطر که گاهی وقتا فکر میکنه که مثلا این میکروب داره حتما پاک نشده و باید شستشوی کنه، چون فکرش یه استراب داره که میکروب هست، یه عمل شستشوی بسیار تکرار میکنه، و یا وضوعی که میگیره فکر میکنه حتما یک جایی را اشتباه کرده، یک نقطه ای را مانده که این آب دهو نرسیده، پس دوباره باز میاد وضوع میگیره، باز فکر میکنه این دفعه حتما باز یک قسمت دیگه ای از بدن یک نقطه ای بالاخره خالی مانده و آب نرسیده، دوباره باز شستشو میکنه. پس بنابراین هم خود اذیت میکنه و هم ذهن زو درگیر است، منشأ ذهنی داره، ما فقط عمل از اون رو میبینیم که شستشو میکنه، در حالی که ذهن از او بسیار درگیر است در این مسئله که فکر میکنه حتما یا یک میکروب مانده یا یک نقطه، یک جای، یک نقطه بالاخره آب نرسیده، و این منجر میشه که چندین مرتبه شستشوی خود دنبال کنه. خود فقط خانم علیزاده وسواس در قالب شستشو نشان میده یا علائم دیگه نشانهای دیگه؟ ما اگر وسواس تقسیم کنیم، یک نوعش فکر، یک قسمتش مربوط میشه به درگیری های ذهنی و فکری، و یک قسمتش مربوط میشه به اون عملی که به طور عملی نشان میده. خب نشانه های این که فکر خود درگیر میکنه، ذهن درگیر میکنه، چی میتونه باشه؟ ببین یک کس، یک کودکی که وسواس فکری داره، فکر میکنه که اگر مادر از او ناجور است، تقصیر از اوست. اگر پدر از او تصادف کرده، مقصر او هسته. شاید اگر آن روز که پدر تصادف کرده جلوی پدرم میگرفته، و یا مثلا در یک میله نمیرفته که پدر تصادف کنه، و یا اگر اصرار نمیکرده که پدر بره، این پدر تصادف نمیکرد. پس بنابراین دائما خود مقصر میدونه، ذهن خود درگیر یه عمل میکنه که مقصر او است. یک نوع وسواس فکری. برخی از کودکان هستن خواهم علزده، شاید یک تجربه با عزیزمون در کابل هستن تجربه میکنن. من دو سه مورد دیدم که این طفل وقتی که پدرش از خانه برو میشه بسیار درنگران است از اینکه مثلا الان پدرم کشته میشه، الان یک انتحار میشه، چون این حوادث رو هم زیاد تجربه کردن، بین فامیل خودشون دیدن چنین موارد. آیا این هم جزء وسواس؟ خب چون گفتیم که وسواس ریشه استراب داره، چون این کودک استراب رو تجربه کرده، حالا در قوم خود، فامیل خود دیده، یا در همسایه خود دیده، میترسه که این اتفاق در سر اون نیایه، سر پدر از اون نیایه، برای همین مدام نگرانه بله. و فکرهای متاسفانه بسیار فکرهای منفی میکنه که الان پدر من از خانه برای توی را ماشین بزنه، توی را انتحاری شود، آیا شبی سالم بر میگرده، بر نمیگرده، و این باعث میشه مدام ذهن از او درگیر باشه، چون استراب هست. گفتیم ریشه وسواس استراب هست، و متاسفانه در جامعه ما هم استراب بسیار رواج داره به خاطر تحولات و مشکلات و جنگ و انتحاری و بسیار مسائلی که درگیر هست جامعه ما. متاسفانه زمینه های استراب فراهم است، و همین استراب منجر به خیلی از بیماری های روانی، اختلالات رفتاری میشه، من جمله باعث وسواس میشه. پس کسی که وسواس فکری داره، کودکی که وسواس فکری داره، وقتی یکی از افراد خانواده مریض بشه یا ناجور بشه یا کدام آسیب ببینه، فکر میکنه حتما میمره،
یعنی به یک فکر منفی داره، همیشه منتظر اتفاق ناگوار است که حتما حالا بیادر ما که ناجور است یا حتما از این در میمیره. یا عموما یک تجربه سخت از قبل داشته که بسی تاثیر بذاره. حالا میتونه تجربه، ولی خب بیشتر درگیری ذهنی که داره متاسفانه بیشتر مایوس کننده یه. بیشتر سمت منفی داره تا مثبت. نگرش منفی داره. منفی بله منفی داره. که حتما این میمره حالا از این ناجوری حتما این فوت میکنه ما این رد دست میده. خب هم زدائی جزا بدن یک میان برنامه ببینیم. بعد از در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم از طریق شماره تماس برنامه که نظر میخوام سرویس میشم بهتانید که با ما در ارتباط شوید. همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید برای ما بفرستید. یک بیان برنامه رو ببینیم و برگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، یک سلام ویژه هم تقدیم به شما عزیزان که نو به جمع ما پیوستید. عزیزان و دوستان، برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و همچنان گفتگو میکنید با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده با موضوع وسواس در کودکان. خانم علیزاده، شما علائم و نشانه های وسواس را در موردش صحبت میکردید و برایم بسیار جالب بود که چگونه میشه که کودکان هم گرفتار موزل باشن که حتی اگه آدم تو که شما فرمودید تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. بله، علائم معمولا از کودکی شکل میگیره و در بزرگسالی تشدید پیدا میکنه، زیاد میشه. خب ما گفتیم وسواس به صورت فکری و ذهنی است، به صورت عملی هست. خب نشانه های فکری از رو گفتیم خدمت بله. شما نشانه های عملی از چه در عمل که پدر مادر متوجه میشه که بچه ما وسواس داره. خب یک اینکه هم شستشوی دست است که خیلی از وقتها ما فکر میکنیم تنها علائم وسواس همین شستشوی دست است، در حالی که فقط این نیست. یکی از علائم بسیار واضح از او هست شستن دست و صورت و کلن شستشوی زیاد هست، ولی باز میتونه علائم دیگری هم داشته باشه. مثلا کودکی که مکتب میره وقتی که دارای وسواس عملی هست معمولا تکالیف مکتب خود بسیار بازنویسی میکنه، نوشتن میکنه پاک میکنه، نوشتن میکنه پاک میکنه، مگه نه این ناصحیح است معلم بخیر صفحه کتابچه خودش پاره میکنه. پاره میکنه از بس که پاک میکنه، پاک میکنه، کنده میکنه، پاره میکنه، باز دوباره نوشتن. ساعت ها وقت خودم میگیره، بسیار خودش هم درگیر ذهنی پیدا میشه، ناراحت و عصبانی میشه، ولی راضی نمیشه و باز هم گریان شب میخوابه میگه نه یا دل من نشود. هم فردا باز من بلند شوم دوباره تکالیف خود را بنویسم. خب معمولا این رقم کودکان علائم و نشانه های وسواس را دارن. یکی از نشانه هایی میتونه باشه، ما فقط شستشوی دست در نظر نگیریم. بله. کودکی که زیاد میپرسه خب مادر جان امروز چند شنبه است؟ بابا امروز دوشنبه است. باز یک نیم ساعت تیر میشه باز میگه مادر جان امروز چند شنبه است؟ خب بچه‌م دوشنبه است که میالون پرسیدی. یعنی این در ذهن خود فکر میکنه نکنه دوشنبه نباشه، اطمینان نداره. چند مرتبه میپرسه از من مادر خود که امروز چند شنبه است. یا کدام تکلیف مکتب که داره، مثلا گفته معلم از استاد از او که امی یک درس ما پرسان میکنم، مثلا درس کیمیا رو سبا پرسان میکنم، باز این مطمئنه. زنگ میزنه دم کلاسی خود که حتما استاد کیمیا رو میپرسه، کدام درس دیگر رو نمیپرسه، میگه نه فقط کیمیا. باز میره دم کلاسی دیگه زنگ میزنه، مطمئنه سی استاد هم کیمیا رو میپرسه، به خود اطمینان نداره. چند مرتبه سوال میکنه، تکالیف مدرسه خود بسیار پرسجو زیاد میکنه، اطمینان خاطر نداره. برای همین کلا
درگیر است و زیاد سوال میکنه. و اینکه لباس های خوده، کالایی که میپوشه، با یک نظم خاصی میچینه. و یا اینکه وسایلی که مکتب میره یا وسایلی که بازی میکنه را با یک نظم خاصی میچینه، که اگر بیادر کوچکتر از او یا خواهر کوچکتر از او یک کمک نظم از این را به هم بزنه، بسیار عصبانی میشه، سر از او پرخاش میکنه که چرا مثلا لباس های مرا برهم زدی. خب میگم من کاری نکردم، یک تیکر برداشت مال سر جایش میگم. یعنی همیشه خواهم علزده ببینیم که مثلا طفل ما فرد مرتب و منظمی است، نگران شده که یک وقت فرد مرتب و منظمی هست، هر چیز سر جای خود میگذاره. اگر کدام وقتی کسی دست زد عصبانی نمیشه، ولی این فرد وسواس یک نظم خاص مخصوص به خود داره که باید حتما همون نظم رعایت شود. یعنی اگر ما بین بگ مدرسه ازو یک قلم ازو جا به جا شود، در یک قسمت دیگه قرار داده شود، ناراحت میشه. و یا اگر مثلا داخل وقتی که داره تکلیف انجام میده کدام چیزی ازو جا به جا شود یا در سر جای خود نباشه، ممکنه مادر مرتب کرده باشه، ممکنه یک برادر ازو دست داده باشه در مابین وسایل مدرسه ازو، مگه چرا ایره که از اینجا بردار بلند کرده، چرا در اینجا قرار داده؟ ببینید بیش از حد میداره. یا وقتی که رخت خواب خود جمع میکنه، گوشه های پتوی خود با یک نظم خاصی میچینه، یک رقمی تا میکنه، قد میکنه که مادر او رقم نمیتونه، و یا اگر شکل ازو کرد میگن نه قبول نیست، این رقمی که من گفتم این رقم باید تاشه. یعنی حتی ممکنه که بسیار خسته عذاب شده به خاطر کار خود، چندین مرتبه تکرار میکنه. وقتی که مثلا میخواه بیرم مکتب، خب دیرم شده، باز برمیگرده وسایل مثل جایش باشه، حتما به هم نخوره، این را دیس نزنین، طوری که مادر و یا برادر خواهر از او در او خانه اذیت میشه که در وسایل از او دست بزنه، چون مطمئنه که دست بزنه یک لحاظ ما تغییر نکرده، ولی از لحاظ از او کوچکترین جا به جایی باعث عصبانیت از او میشه و میگه چرا به وسایل من دست زدین، چرا اون نظمی که او در ذهن خود داشته را برهم زدین. و این بسیار رو پرخاشگر رو خشمگین میکنه. پس اینا میشه کلیگی علائمی که چه در فکری و چه در لحاظ عملی در یک کودک وسواس دیده میشه، و این نشانه هایی از زنگ خطری هست که هرچه کلانتر شود قطعا این علائم تشدید پیدا میکنه. اگر یک نشانه را داشته باشه خب من زده دیگه نشانه های وسواس هم خود نشان میده، یا صرفا همین یک نشانه کفایت میکنه برای تشخیص وسواس؟ خب باید شما چند نشانه در کنار هم در نظر بگیره، نمیشه که بگیم کودک ما مثلا فقط در می تکالیف مکتب خود حساسه، در بقیه مسائل نیست. خب این رقم ممکنه فقط در مدرسه باشه، مثلا در لباس خود حساس نباشه، بله، در تمیزی دیگه موارد حساس نباشه، فقط در مکتب خود، در وسایل مکتب خود حساس باشه، خب یک علائم است دیگه. باید در کنار هم مثلا شستشو هم داشته باشه، روی لباس خود حساس باشه، حتی روی خوراک خود حساس باشه، بله. غذای جای دیگه رو نمیخوره، میگه نه او کثیف و ناپاکه، من دوست ندارم، چطلا من غذای خانه خود میخورم، به هیچ عنوان لباس بیادر یا خواهر خود مثلا مشترک باشه یک وقتی نمیپوشه، میگه نه این روسری یا چارقدی که خواهر ما پوشیده ای حتما کثیف شده، نجیسه، من ایره نمی پوشم، فقط مال خودش باشه، حتی حاضر اگر تر باشه، اگر رقم باشه، از خود بپوشه، ولی از کسی دیگر دست نزنه، و به هیچ عنوان وسایل خودم به کسی دیگری نمیده و اجازه استفاده از او را نمیده. و یا اگر خواهر از او مثلا یک مداد از او را گرفتم با تکالیف خود انجام داد، میگه ای دیگه من دیگه این مداده نمیگیرم، باید برام یک مداد دیگه، چرا؟ چون شما دست زدی خواهر. چقدر جالب خانم علیزاده، من همین الان به یادم آمده یک دختره که بسیار خورد بود، 3 ساله شاید نشده بود، که ای مثلا در خانه دیگه افراد نان نمیخورد، یا مثلا در خانه دیگه افراد نمیرفت تشناب نمیرفت، فقط و فقط در خانه، در حد میرسید که جانش به لبش میرسید، دمبستر میشد، خانواده هم دمبستر میکرد، ولی در جای دیگه کار انجام میداد. بله. و تو برای نان خوردن خودش هم یک آداب و آیین خاص داشت. دقیقاً بسیار یک نکته خوبی رو اشاره کردین که کودکان وسواس یک آیین خاصی دارن. مثلا چی؟ برای خود شرط میکنن که وقتی که از خانه میای بیرون حتما 3 بار در بزنن، یک آیین خاصی برای خود داره، یک قانون خاصی برای خود میکنه. یا مثلا اگر آب میخوره 3 مرتبه در لیوان بزنه بعد او آب بخوره،
یک آیین برای خود که هیچ معنایی هم نداره، فقط در دل خودش باعث میشه که دلش بس بده. بله، این رقم اطمینان پیدا میکنه، یعنی تا او سه ضربه را در لیوان نزده اطمینان خوردن پیدا نمیکنه. بین آداب های عجیب غریب برای خودشان داره، یک تشریفات خاصی برای خودشان داره و این باعث هم آزار خودشان میشه هم آزار خانواده میشه. مثلا همین تشناب رفتن کودک، خب وقتی که در خانه کسی دیگه باشه، خانه قوم خود فامیل خود باشه، به این جور من تشناب نمیره، خب این باعث ضرر رساندن به جسم خود میشه، کلیه ازو مشکل پیدا میکنه، مثانه ازو مشکل پیدا میکنه، چرا که کودک نمیتونه حتی اگر به زورم بری نمیتونه از تشناب استفاده کنه و میگه باید خانه خودم بریزم. خب علیزاده، ما به عنوان پدر و مادر میتونیم تشخیص بدیم که طفل ما وسواس است یا که حتما با دکتر مراجعه کنیم؟ نه، همین چند علائمی که شما در کنار هم ببینیم، احتمال اینکه وسواس داره رو شما تشخیص میدین، میگین خب احتمال داره ولی خب 100% که نیست. همین علائم شما پیش دکتر میگین که بچه ما این رقم است، این رقم است، و اون دکتر رو تشخیص میده، کنار هم علائم میذاره و به شما اطمینان میده که این هست دچار وسواس یا نیست. خب اگر که مثلا حالا تشخیص دادیم به هر نحوی که وسواس داره، آیا باز خود ما در خانه میتونیم درمان کنیم یا اینکه حتما باید با دکتر مراجعه کنیم؟ خب دکتر باز روش های درمانی از شما پیشنهاد میکنه، قطعا خانواده دخیل هست. حالا باز ان شاء الله به مرور میرسیم در روش های درمانی. حالا میتونیم بگیم که چه نشانه هایی که همین الان شما عرض کردین که ما ببینیم که واقعا خیلی وقتا والدین نگران میشه که آیا کودک ما تمیزه یا وسواس داره، آیا لازم هست من را پیش یک دکتر مراجعه بکنم یا نه، کلان که شد خودش خود به خود خوب میشه. خب من خدمت شما عرض کنم که همین نشانه هایی که من به شما گفتم، وقتی که همه اینها رو کنار هم بچینین و ببینین باز هم که آیا کودک شما یک خلق و خوی رنجور داره یا نه. کودکان وسواس معمولا خلق و خوی رنجور داره، یعنی زود دل نازک است، زود آزرده میشه، زود افسرده میشه، زود گریان میشه، زود ناراحت میشه، معمولا روان رنجوره، یعنی که مقاومت روانی پایینی داره و خیلی زود شکسته میشه. و یکی دیگر از نشاناش میتونیم بگم وقتی که کودک خود به خرید میبرین قدرت تصمیم گیری نداره، میگم این کالا رو بخرم، نه این جایش درازه، این قسمتش کوتاهه، این رنگش خوشم نمیایه، این از مارکش خوشم نمیایه، مقصد بسیار خانواده رو اذیت میکنه، میگرده آخر چیزی مورد نظرم پیدا نمیکنه. یا یک چیزی که میگیره در خانه که بی باز به کشک و یکی دیگهش میگیره، بله باز اگر اون در خانه میگه نه باز یاد دل من نشد، بسیار تصمیم گرفتن برایش مشکل است، سخته. و یا گفتیم با سمد نشانا که در تکالیف مدرسه خود بسیار جنجال داره، همین که افراطی‌گری بیش از حد میکنه در تکالیف مدرسه، آنچه که معلم گفته شما بخون مثلا فردا میپرسم، بسیار خود اذیت میکنه چون که استراب داره نکنه هرچی من خواندم کم باشه. مثلا اگر دو دور بخونم میگه نه کمه، 10 دور باید بخونم، 10 دور میخونم باز میگه نه کمه، من فردا بازم جواب داده نمیتونم، 20 دور باید بخونم. میخیم پدر و مادر خسته میشه، میگه بچه من از تو پرسیدم تو کل گیز سوال مرا بلدی، قدر خود اذیت نکو، قدر مرا اذیت نکو، برو خواب کو، استراحت کو که فردا مدرسه نمونی، ولی باز دلی آرام نمیگیرم، میگه نه باز من باید بخونم، باز بخونم که فردا من جواب داده نتونم. به خاطر استراب فکری که داره آرام و اطمینان نمیگیرم، متاسفانه چندین مرتبه کار انجام میده. و گفتم کلی از این نشانهایی که خدمت شما عرض کردیم، معمولا در کودکی اگر مشاهده کردیم، امکان اینی که این کودک دچار وسواس باشه هست و شما باید این حتما سعی کنید پیش یک دکتر مراجعه کنید و یا مطالعه کنید. بله. برای روش های درمان از او که این رقم کودکان رو چی رقم میتونه درمان کرد. بله، خب قبل از اینکه در مورد درمان کودکان وسواس خانم علیزاده صحبت بکنم، یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30،
دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. خب بینندگان عزیز و محترم، ما شما همچنان برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده با موضوع وسواس در کودکان. اگر بینندگان عزیز کدام سوال از کارشناس محترم دارید، میتونید که از طریق شماره تماس هایی که زیر نویس میشه برای ما روان بکنید. خانم علیزاده بزرگوار در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خب شاید حالا یک سوال باشه بین والدین که چی میشه که کودک ما وسواس میشه، از کجا میگیره؟ خب علائم زمینه‌ای که باعث ایجاد وسواس میشه، چیزی که مطرح شده، خب ژنتیک تاثیر خود قطعا داره. یعنی اگر پدر و مادر وسواس بله، داشته باشه، پدر مادر هم پدر کلان وسواس. مادر کلان ممکنه در این نسل نباشه، دو نسل قبل، سه نسل قبل هم بالاخره این ژنی هست که تاثیر خود میذاره و ممکنه در دو سه نسل بعدی خود نشان بده. خب بس ژنتیک تاثیر خود داره، 40-50% کودکانی که دچار وسواس هستن سابقه وسواس را در خانوادگی خود داشتن داره. و یک مورد دیگر یادگیری مشاهده، وقتی کودکی دوستی داره که وسواس داره، چون با او همبازیه، رفیقه، ساعت هایی رو کنار هم میگذرونه، مشاهده میکنه که رفیقش بسیار دست خود میشوره، بعد خب کم کم فکر میکنه که کار خوبی انجام میده، تقلید میکنه، یه هم دست خود میشوره. باز رفیقش میگه که من اطمینان پیدا نمیکنم که حتما دست ما باز میکروب مانده، ما بین انگشتای من میکروب مانده، دوباره میشوره و این کم کم چون مشاهده میکنه یاد میگیره و تقلید میکنه و باعث میشه کم کم دچار وسواس شوه و او افکار وسواسی که او داره ممکنه منتقل شوه و ای هم به خود این افکار راه بده که نکنه تمیز نشده، نکنه پاک نشده و یا اینکه تو تکالیف مکتبی خود نکنه من درست ننوشتم، چون که او رفیقش زیادی فکر کرده، این فکر منتقل میشه دهی و این افکار منجر میشه به یک وسواس فکری و عملی. پس بنابراین یادگیری مشاهده‌ای، مشاهده میکنه و یاد میگیره، تقلید میکنه، چون مخصوصا در کودکی خب تقلید بسیار رواج داره و یکی از راه‌های یادگیری تقلید هست و مشاهده هست، خب باعث میشه که دچار وسواس بشه. پس هم ژنتیک و هم یادگیری مشاهده‌ای تاثیر خود داره. خب متاسفانه وسواس باعث عوارضی داره، آثار منفی که میگذاره به کودک، یکی باعث مشکلات مدرسه میشه، خب گفتیم در تکالیف مدرسه دچار مشکل میشه، افراطی‌گری میکنه، بیش از حد میخونه، بیش از حد پاک میکنه، نوشتن میکنه و این باعث میشه که بسیار اضطراب پیدا کنه و در مدرسه خود دچار مشکلات شوه. مشکلات اجتماعی را هم به دنبال خود داره، آثاری که داره، چه رقم، چون کودک زمان زیادی را صرف این فکر میشه که آیا این پاکه ناپاکه، آیا درست گفتم، من درست نوشته کردم نکردم، باعث میشه که از بازی های کودکانه محروم باشه، باعث میشه که از تعاملات اجتماعی محروم باشه و ای از لحاظ اجتماعی به کودک آسیب میرسانه، از لحاظ جسمی هم آسیب میرسانه. چی رقم کودکی که بیش از حد شستشو میکنه، خب گاهی وقتا حتی دستاش زخم میشه. بله. و ای باعث آسیب جسمی میشه، در سرمای زمستان شستشوی میکنه، باعث میشه که کلیه درد شوه، باعث میشه غذایی که نمیخوره، جایی نمیخوره یا تشنابی که نمیره، باعث میشه به معده از او، به روده از او، به کلیه از او آسیب برسانه. پس بنابراین مشکلات جسمی را هم در بر داره، باز مشکلات روحی و روانی را هم متاسفانه وسواس در بر داره. چی رقم که روان رنجور میشه، زود حساس میشه، زود ناراحت میشه،
و این باعث میشه که مشکلات روحی روانی رو هم درگیر. پس بنابراین آثار، عواقب و عوارضی که وسواس داره متأسفانه بسیار بسیار زیاد است. از همه مهمتر چه کنیم تا این وسواس درمان شود؟ بله، در راه‌های درمان از او ببینین، سعی میکوشه که از لحاظ روانی به کودک تلقین کنه که درمان شود. مثلا یک موردش است که وقتی که کودکی که دچار وسواس است، مثلا دستگیری در دست که میزنه حتما دست خود میشوره. خب مادر حساب میکنه که امروز 10 بار به دستگیری در دست داده و 10 بار این شستشوی کرده. خب وقتی که میخواه این را کمتر کنه، خب میگه بچه من اگر شما امروز، من حساب کردم 10 بار دست داد، اگر سبا 8 بار دست خودش شستی، من یک جایزه پیش تو میذارم. سعی میکنه کودک سبایش 8 بار دست خود پاک کنه بشوره، 10 بار نکنه. خب یه 8 بار. باز یک 2 روز دیگه که تیر شد، مادر میگه اگر 6 بار دست خودش شستی، من ای جایزه، ای خوراکی خوبی، یک کدام چیزی که کودک دوست داره دیگه، مورد معمولا غذایی باشه بیشتر بهتر است. خب من یه غذایی که بسیار دوست داری برات پخته میکنم. خب 6 بار شد. روزی بعد 4 بار اگر شستی. به همین طریق کم 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 میره کم میکنه شستشویه و تقویت هایی که لازم بره افزایش پیدا میکنه و کم کم کودک یاد میگیره که بله امروز من اگر 4 بار دست خود شستم باز خطر متوجه من نشد نسبت به اون که 10 بار من دست خود میشستم. خانمزاده اگر مثلا فکر میکنم که اگر مادر در این زمینه صحبت کنه احتمالی ایجاد نمیشه که کودک خوب جدی تر بگیره مسئله خودش را. خب میشه پیشه ببین اول درمانی که داره، اگر مادر نتونه سال راهی درمانو بکار بره، با یک روانشناسی که گپ بزنه و او از بازی درمانی استفاده میکنه. من گفتم که یک از روش های درمانی مدرن امروزه که بسیار جواب میده در بین کودکان بازی درمانی است، در قالب بازی، اتاق بازی مخصوصی که یک روانشناس داره با او گپ میزنه، همراه از او بازی میکنه و در نقش یک همبازی این مشکل درمان میکنه. باز درمان های دارویی هم داره، چون که لحاظ مغزی هم یک مایهی که در این رقم کودکان بیشتر از حد ترشح میشه و باعث ایجاد وسواس میشه که فکر از او آرامش پیدا نمیکنه، او درمان دارویی هم داره که با تجویز پزشک باعث میشه از این درمان هم استفاده شود و در کنار از او بازی درمانی و روان درمانی هم باید صورت بگیره با کمک والدین، با تمرین هایی که یک دکتر روانشناس به والدین میده، که مثل این تمرینی که من خدمت شما عرض کردم، میرخم تمرین ها رو در خانه انجام میده تا مشکل وسواس رقم کودکان کم کم به مرور زمان رفع شود. چون یک چیزی نیست که فکر کنید که یک شبه درمان شود. بله، نه بله، بسیار زمان میبره، حوصله میخواد، تکرار و تمرین زیاد میخواد تا کم کم انشالله برطرف شد. یک مسئله که خواهیم از ممکنه وجود داشته باشه است که مثلا وسواس چون عموما در سمت و سوی کارهایی است که به نظر بقیه خوب میرسه، دشان هم خود فرد هم دشان بقیه، مثلا در سمت و سوی نظافت است، در سمت و سوی طهارت است، در سمت و سوی مثلا انجام تکالیف است، چه تکالیف عبادی چه تکالیف مکتب، در سمت و سوی یک کار نیک و خوب است. ممکنه که در بین خانواده کسایی باشه، پدر کلان مادر کلان، اون رو تشویق بکنه به این کار، مثلا بگه شباز بچه‌م چقدر خوب است، چقدر بله. حساس هستن نسبت به تکالیف خودش. شما بله. چی پیشنهاد میکنید برای پدر مادر چگونه رفتار بکنن؟ ببینید وقتی کودکی که شروع میکنه به وسواس و علائم کم کم دو بروز میکنه، مادر پدر فکر میکنه کودک ما تمیز است و یا مادر کلان میگه خب بسیار بچه پاک دارم، مدیس از یک نان لذیر میخورم یا مثلا کالایچ پاک است به می صورت، و این باعث میشه که تشویق شود حتی به تکرار این عمل. ولی در حالی که اگه دیدیم بیش از حد شد و به خود آسیب رسان، این میشه وسواس. ببینین یک مرزی وجود داره بین نظافت، بین تمیزی، بین پاکی و وسواس. وسواس عملی هست که به فرد آسیب میرسانه. آسیبش را گفتیم به شما، چی به صورت جسمی و چی به صورت روحی روانی، علائم دیگر هم در کنار از او داشته باشه، شما بدانید که کودک شما وسواس تمیز نیست. تمیز یک حد و حدودی داره که وقتی، چون به یقین نمیرسه کسی که وسواس است، آنقدر میشوره باز هم یقین نمیرسه، او فکرش مشکل داره، او ذهن از او درگیر است، چرا که ذهن از او به اطمینان نمیرسه و این متاسفانه باعث آسیب هست به کودک. خانم علیزاده پس
پیشنهاد شما به عنوان کسی که در این زمینه کار کرده اید و روان درمانی کرده اید چیست؟ آیا اگر که ما دیدیم که اولاد ما وسواس داره یا نشانه های حداقل از وسواس داره، فوراً به دکتر مراجعه بکنیم یا اینکه بگذاریم بمانه شاید که خودش خوب شه؟ ببینید اگر رها کردین و روز به روز او زیادتر شد که بهتر، میگه دیگه جای نگرانی داره. ولی اگر نه، به کودک خود اطمینان بدین که بچه من همین روسری خوده که یک مرتبه هم آب کشیدی پاک شده، تمیزه، چیزی نیست که بری 10 بار او رو پاک کنی. ولی دیگه نه، باز تکرار میکنه. اگر گفتی همین تکلیف مکتب خوده درست نویشه کردی، نیازی به پاک کردن نیست، نیازی به دوباره نوشتن نیست، به نظر من بسیار خانه و تمیز و مرتب، از این مادر کلانت هم میگه خوبه، پدرت هم میگه خوبه، ولی باز کودک اطمینان پیدا نکرد، دوباره نوشته کرد، دوباره به طوری که خسته شد. با اینو بدونه که این هشداری است که باید شما مراجعه کنید به پیش یک روانشناس. در مرتبه اول شما میگید برطرف نشد، دوبار میگید برطرف نشد، 3 بار میگید برطرف نشد، به طوری خود خسته میشه از گفتن و میبینید هیچ تغییرم در کودک ایجاد نشد. اون وقت است که به صورت جدی باید را پیگیر باشین و درمان کنید. بله، بسیار تشکر از شما خانم علیزاده عزیز. اما در حدود بیش چندین هفته از خانم علیزاده در خدمت شما هستیم با موضوع اختلالات رفتاری کودکان. بسیار استفاده کردیم از بحث هایی که شما ارائه کردید. تشکر از شما. اگه خانم علیزاده در حد 1 دقیقه فرصت داریم، یک جمع‌بندی بخواید انجام بدید، یک کدام توصیه ناب برای والدین داشته باشید چیز؟ ما چندین هفته در خدمت شما و بینندگان عزیز بودیم، از اختلالات رفتاری گفتیم، از پرخاشگری گفتیم، از اختلال سلوک گفتیم، از افسردگی گفتیم، از ترس و فوبیا گفتیم، از استراب گفتیم و وقت آنچه که در یاد منم میمونه، خب آخرینش هم که وسواس رو خدمت شما عرض کردیم. و نکته‌ای که میخوام از بین همه گپ‌های خود خدمت شما عرض کنم این است که کودک شما علاوه بر این که نیازهای جسمی داره، مثل خوردن، مثل پوشیدن که ما پدر و مادرها اهمیت میدیم به او، نیازهای روحی و روانی هم داره. که اگر کمبودی باشه، نقصی باشه در نیازهای جسمی از او، خود قطعا با مریضی و بیماری خود نشان میده و ما هم قطعا او رو درمان میکنیم، پی درمان از او هستیم. ولی اگر روح و روان از او آسیب ببینه، اگر کمبودها و نقصهایی در روح و روان از او ایجاد شوه، آسیبهای جدی وارد میکنه به زندگی فردی از او، به زندگی اجتماعی از او، به زندگی شغلی و تحصیلی از او هم که وارد میکنه و ما باید او را جدی بگیریم. اگر کودک شما در رفتار خودش، چیزی که گپ ما با صحبت ما بود در چند جلسه، دوچار مشکل بود، او را جدی بگیرین، او را درمان کنید. همانطور که وقتی کودک شما تب میکنه شما عجله میکنین به پیدرمان از او هستین، وقتی که مشکلات رفتاری داره، استراب داره، افسردگی داره، اختلال سلوک داره، وسواس داره و خیلی از مسائل دیگر رفتاری، و فکر درمان جدی از او هم باشین و نگذارین که متاسفانه ای آسیب عمقی شوه. چون هر چی که عمیق شوه به همون اندازه درمانش سخت‌تر است و هر چی که سن کودک بالا بره، در بزرگسالی برسه، باز درمان از او سخت‌تر و عواقب از او هم بیشتر خواهد بود. انشاءالله که مفید باشه مطالبی که خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردیم و چند وقتی در خدمت شما بودیم. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بینندگان عزیز و محترم، برنامه‌ها را برنامه گذشته از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید ببینید، انشاءالله استفاده بکنید. در دیگه فضاهای مجازی مثل آپارات و یوتیوب هم برنامه ها موجود است، میتونید که ببینید، نظرات خودتان را برای ما بمانید. و همچنان اگر کدام پیشنهاد دارید، کدام موضوع پیشنهادی دارید، کدام سوال از کارشناسان محترم برنامه دارید، حتما از طریق شماره تماس هایی که زیرنویس میشه با ما در ارتباط شوید. از طریق واتساپ و تلگرام نظرات خودتان را برای ما بفرستید، ما را بسیار خوشحال میکنید. در انتهای برنامه برای شما عزیزان آرزوی صحت و سلامت و جانجوری و تیاری داریم. با همراهی کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.